سلام، با مهمترین خبرها از عصر صبح خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 حمل 1403 برابر با 14 آپریل 2024. سرخط خبرها: تاکید رهبران جبهات مقاومت آزادی بر تشدید حملات مسلحانه، طالبان دروازه های صلح و گفتگو را بستند. واکنش طالبان به حملات ایران بر اسرائیل: تلاویو قوانین دیپلماتیک را نقض کرده بود، ایران دفاع مشروع انجام داد. حباب امنیت طالبان: 10 میلیون افغانی و 6000 دلار پول نقد یک صراف دزدیده شد. هشدار فرمانده سپاه پاسداران نسبت به واکنش احتمالی اسرائیل در برابر حمله شب گذشته. سلامی میگوید بار دیگر بر منافع ما حمله شود، از خاک ایران پاسخ میدهیم. و واکنش ها به حمله تلافی جویانه ایران بر اسرائیل: گوترش میگوید جهان جنگ دیگر را تحمل نمیتواند. مشروع اخبار: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و جنرال یاسین ضیاء رئیس جبهه آزادی در یک نشست مشترک بر ضرورت ادامه و تشدید مقاومت مسلحانه علیه طالبان تاکید کردند. مسعود و ضیاء برای نخستین بار شب گذشته در یک نشست آنلاین به مناسبت سالیاد کشته شدن 7 عضو جبهه آزادی از جمله اکمل امیری در سالنگ جنوبی اشراک کردند و گفتند که طالبان همه دروازه های صلح و گفتگو را بستند و تعامل با این گروه فایده در پی ندارد. مسعود همچنین به کسانی که او را لابیگران طالبان خوانده گفته است که هر گونه تلاش و مماشات به خاطر همکلامی، تعامل و هر اسم دیگر راه به جای نبرد و دیده می شود که استبداد روز به روز ریشه می دواند. در همین حال جنرال یاسین ضیاء رهبر جبهه آزادی نیز با بیان این که طالبان زیر نام داعش تجارت راه انداختند بر لزوم و ادامه مقاومت مسلحانه علیه این گروه تاکید کرد. این نخستین بار است که رهبران دو جبهه مخالف طالبان در یک نشست مشترک بر اهداف مشترک اشاره می کند. این در حال است که جبهات آزادی و مقاومت شب گذشته مدعی دست کم 3 حمله بر نیروهای طالبان در پایتخت کشور شدند. طالبان حملات پهپادی و موشکی شب گذشته ایران بر اسرائیل را اقدامات دفاع مشروع توصیف کردند. وزارت امور خارجه این گروه روز یکشنبه با نشر بیانیه از اقدام تهران علیه اسرائیل حمایت کرد. طالبان خاطر نشان کرده که رژیم صهیونیستی به تاریخ 9 آپریل با حمله بر کنسولگری ایران در دمشق سوریه تمام قوانین دیپلماتیک و بین المللی را نقض کرد و در پاسخ جمهوری اسلامی ایران شب گذشته اقدامات دفاع مشروع انجام داد. این گروه همچنان از کشورهای با نفوذ جهان خواست است تا جلو تشدید تنش‌ها را بگیرند و تلاش‌هایشان را برای پاسخگو ساختن اسرائیل در برابر جنایاتش در غزه بیشتر کنند. این حمله با محکومیت‌های سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی و چین مواجه شد. منابع محلی در تخار میگویند که طالبان در این ولایت 10 میلیون افغانی و 6000 دلار پول نقد یک صراف را دزدیدند. منابع محلی در ولسوالی دشت قلعه تخار میگویند که شنبه شب 10 تن از جنگجویان طالبان وارد خانه یک صراف در این ولسوالی شده و پس از لت و کوب پولهای نقدش را ربودند. منابع معتبر محلی به روزنامه 8 صبح میگویند که این صراف رحیم الله قرلوق نام دارد و باشنده اصلی ولسوالی دشت قلعه تخار است. قرلوق صراف شناخته شده یا این ولسوالی بود و از 9 سال به این سو صرافی میکرد. گفته میشود که بیشتر پول به سرقت رفته سپرده های مردم نزد این صراف بوده است. مسئولان محلی طالبان در تخار تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. پیش از این نیز بارها رویدادهای مشابه از جمله قتل صرافان در برخی از ولایات کشور از جمله کابل گزارش شده است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هشدار داده است که پس از این به حملات بر منافع، دارایی‌ها و شخصیت‌های ایران از داخل خاک این کشور
پاسخ داده خواهد شد. با گزارش رسانه های ایرانی، سلامی روز یکشنبه به اسرائیل توصیه کرده است که از حملات شب گذشته درس عبرت بگیرد. فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرده است که اهداف خیلی دقیق بود و یک عملیات محدود صورت گرفت که در حد و اندازه شرارت های اسرائیل بود. او همچنان تاکید کرده است که عملیات اخیر معادله جدید را رقم زده است و آن معادله جدید این است که پس از این رژیم اسرائیل در هر نقطه به منافع ایران حمله کند، از مبدا جمهوری اسلامی ایران مورد تهاجم متقابل قرار خواهد گرفت. او این حملات موشکی و پهپادی را موفقیت‌آمیز توصیف کرد و هشدار داده است که در صورت حمله اسرائیل واکنش تهران سخت‌تر خواهد بود. ایران شب گذشته 13 آپریل حدود 300 پهپاد و موشک به خاک اسرائیل شلیک کرد که به گفته ارتش اسرائیل 99% آن رهگیری شدند. طبق گزارش های آمریکا، اردن، فرانسه، سوریه در کنار اسرائیل موشک های پرتاب شده ی ایران بر گنبد آهنین را خونسا کردند. حملات تلافی جویانه پهپادی و موشکی ایران بر خاک اسرائیل نگرانی های زیاد را نسبت به آغاز یک جنگ جدید در خاورمیانه افزایش داده است. طوری که سازمان ملل و شماره از کشورها دو طرف را به خویشتنداری دعوت کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز یکشنبه حملات ایران بر اسرائیل را محکوم کرده و خواستار توقف خصومت ها شده است. در بیانیه به نقل از وی آمده است: من بارها تاکید کردم که نه منطقه و نه جهان نمی‌توانند جنگ دیگر را تحمل کند. در همین حال آمریکا، چین و عربستان سعودی نیز حملات ایران را محکوم کرده و نسبت به تشدید تنش در خاورمیانه هشدار دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این حمله را محکوم کرده و گفته است که از حمله متقابل اسرائیل بر ایران حمایت نمی‌کند. در این حال وزارت خارجه چین نیز با نشر بیانیه تاکید کرده است که اوضاع جاری در خاورمیانه تازه‌ترین تبعات جنگ غزه است و درگیری‌ها باید فوراً متوقف شوند. از سوی دیگر عربستان سعودی نیز دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرده و درخواست کرده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید مسئولیت حفظ صلح و امنیت در منطقه را بر عهده بگیرد. ایران شنبه شب 14 آپریل در پاسخ به حمله اسرائیل بر کنسولگری این کشور در دمشق بیش از 200 پهپاد، موشک کروز و بالستیک بر خاک اسرائیل شلیک کرد. هرچند رسانه های ایرانی ادعا می کنند که بیشتر موشک ها به هدف های تعیین شده برخورد کرده، اما ارتش اسرائیل می گوید که 99% از موشک ها و پهپاد ها رهگیری شدند. این ها مهمترین رویدادهای امروز بود. از همراهیتان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.